بنی گانتس، حکومت ایران بهای حمله به اسرائیل را در زمان مناسب خواهد پرداخت. بنی گانتس، وزیر کابینه جنگ اسرائیل، روز یکشنبه 26 فروردین گفت حکومت ایران بهای حمله به اسرائیل را در زمان مناسب و با روش مناسب خواهد پرداخت. گانتس با اشاره به خسارات حداقلی ناشی از حمله صدها موشک و پهباد گفت حکومت ایران به قدرت سیستم امنیتی اسرائیل پی برد. او همچنین در بیانیه اعلام کرد که اسرائیل باید اتحاد راهبردی و همکاری منطقه‌ای را تقویت کند که به آن فرصت دهد حمله دیروز ایران را پشت سر بگذارد. او گفت ایران یک مشکل جهانی، یک چالش منطقه‌ای و خطری برای اسرائیل است و دیروز جهان در مقابل این خطر به وضوح در کنار اسرائیل ایستاد. نتیجه این است اسرائیل علیه ایران، جهان علیه ایران. این یک دستاورد استراتژیک است که ما باید از آن برای امنیت اسرائیل استفاده کنیم. وزارت امور خارجه اسرائیل نیز با انتشار بیانیه اعلام کرد جمهوری اسلامی باید هزینه تجاوزگریش را بپردازد. طبق بیانیه، هزینه اولیه حملات حکومت ایران به اسرائیل باید افزودن سپاه پاسداران به فهرست سازمانهای تروریستی و تحریم جمهوری اسلامی و به ویژه برنامه موشک بالستیک آن باشد. این بیانیه بر حق اسرائیل برای دفاع از خود در برابر جمهوری اسلامی تاکید کرده است. پس از حملات مستقیم جمهوری اسلامی به اسرائیل، قانونگذاران مجالس دوگانه ایالات متحده آمریکا از هر دو حزب دموکرات و جمهوری خواه حمایت قاطع خود از اسرائیل را اعلام کردند و بر لزوم پاسخگو کردن حکومت ایران تاکید کردند.